پورتز شما معمولا شامل دو قسمته، یک قسمت لاستیک و یک قسمت تور. این سری از چسب شامل چسب TAT و چسب‌های تکیه آبیه و همونطور که همه واقف هستیم، چسب آبی یکی از با کیفیت ترین چسبایی که برای پروتز استفاده میشه. در مرحله اول چسب TAT روی قسمت پشتی پروتز، یعنی قسمت لاستیکی پروتز، اسمبل میشه و بعد از اون به آرامی لیبل چسب TAT رو ازش جدا میکنیم. مرحله بعد چسب تکیه آبی دور تا دور پروتز و دقیقا روی چسب TAT کاملا نصب میشه. بعد از شستشوی پروتز نیازه که ما پروتز رو به حالت دو نم در بیاریم. بهترین روش برای این کار بعد از گرفته شدن آب اضافی داخل پروتز استفاده از سشوار در دور تند و حرارت نسبتاً زیاد. همونطور که توی تصویر هم مشاهده می‌کنید، ما سشوار رو به صورت دورانی به سمت پروتز می‌گیریم. بعد از این مرحله استفاده کردن از اسپری 10 کاره، 2 فازه و یا حتی گره‌بازکن برای برس کردن بهتر پروتز پیشنهاد میشه. یکی از مواردی که باعث میشه بهتر پروتز شما خشک بشه برس کردنه که ما اون رو در ویدیوهای آموزشی قبلی هم خدمتتون عرض کردیم. و اما مرحله پایانی، استفاده کردن از سشوار در دور کم، حرارت ملایم و به صورت دورانی. پروتز شما آماده برای تعویض چسب و نصب روی سر شماست. حالت کلی خواب پروتز شما از طرفین به سمت مرکز مو. این مدل برس کردنی که در واقع خدمتتون عرض می‌کنیم باعث افزایش طول عمرش میشه و ریزش پروتز شما رو به حداقل میرسونه. یعنی در واقع برس کردن در جهت خواب مو، یعنی از طرفین به سمت مرکز مو. برای برس کردن از یه برس مخصوص همونطور که توی تصویر مشاهده می‌کنید استفاده می‌کنیم و همیشه در نظر میگیریم که مو باید توی حالت دونم باشه، یعنی هیچ وقت موتون رو توی حالتی که وز هست یا خشک برس نکنید. برای همین حالت ما اول با یه اسپری آب اون رو کاملا دونمش میکنیم و بعد شروع میکنیم به آرومی از طرفین مو به سمت مرکز مو اون رو برس میکنیم. دقت بکنید وقتی پروتز از سرتون جدا میکنید موقع ترمیم و تعویض چسب، دو قسمت داره پروتزتون. به احتمال زیاد قسمت جلوی کارتون توره، این قسمت که ممکنه زیر چسب باشه پیدا نباشه، و قسمت عقب پلاستیک. یه سری پروتزها هست دور تا دور پلاستیک داره ولی این پروتز جلوش توره. وقتی جلوی پروتزتون تور باشه حساس تره و باید بیشتر مراقب باشید موقع تعویض چسب. وقتی از سرتون جدا کردین که وقتی روی سرتون هست به این شکل، وقتی بخواید جدا کنی حتما از قسمت پشت پروتز رو جدا میکنین، 1 سانتی جلو تا کامل پروتز از سرتون جدا بشه. بعد از اینکه پروتز از سرتون جدا شد نیازه که قسمت جلوی پروتزتون که قسمت توری میشه رو با الکل، این الکل سفیده، الکل سفید روی خود چسب اسپری میکنی. همینطور از این طرف، یعنی قسمت روی پروتز، جایی که چسب داره رو قسمت تور، اینجا رو هم اسپری میکنیم الکل رو تا کاملا این چسب ما به الکل آغشته بشه.
وقتی برای اولین بار خودتون این کار رو انجام بدین و الکل بزنید به چسبای پروتزتون، موقعی که نگاه میکنید میبینید که شکلش کاملا متفاوت شده از چسبایی که روی پلاستیک، به خاطر اینکه حلال این چسب ها الکله و وقتی که الکل میزنی کاملا چسبندگیش از بین میره. باز با این حال ما بهش فرصت میدیم تا خودش رو بیشتر با الکل، این نمایی از وقتی که مو رو سر شماست و با مویی که رو سرتون میخواید بیاین همون. اگر موتون تافت، ژل، موس، هر چیزی داری که موها رو خشک کرده، نیاز نیست قبل از استعمال اونها رو شونه بکنید. فقط خیلی راحت زیر دوش آب میستید، میذارید آب تمام اینها رو بشوره و با خودش ببره تا موهاتون باز بشه و تو یک جنگ قرار بگیرید. بعد از اون یه مقدار شامپو پرژن کف دستتون میریزید، به دستتون پخش میکنید و روی پروتزتون میکشید. در یک جهت دوباره، اصلا نباید این شکلی شسته بشه، در یک جهت دستتون رو میکشید تا تمام جاهای پروتزتون شسته بشه و همینطور پوست سرتون شسته بشه. بعد از اینکه کاملا شسته شد دوباره زیر دوش آب به همون شکل در یک جهت انگشتتون رو میکشید تا تمام کف رو خارج بشه و پوست سرتون آب کشیده بشه. هر جن از شامپوی مخصوص موهای خشک آسیبیده استفاده بشه، به این شما از شامپوی مخصوص موهای چرب استفاده نشه و اگر خواستین از نرم کننده استفاده بکنی که نیاز هر تقریبا یک ماه یه بار ازش استفاده بکنی. کارهای شما تماما تور جلوش چیده شده، نچیده بودیدم به این شکل تور جلو رو میچینید. یه دستیر موها روی زمین همه که نره زیر قیچی. حالا این کنارا نکنید، اینجا تیزه، این طرف هم تیزه، قیچی باز نشه، آروم آروم از این کنار یه مقداری گردی دور کارا اصلاح میکنید. گردی کار گردی دور کار اصلاح میشه. اگه تورم نچیده بود یه نگاهی به تور میکنید ببینید که جایش اگه مشکل داشت، تورم تور اضافه رو به این شکل میچینید، نگاه میکنید ببینید که تور اضافه کجا هست.